سلام خدا سلام عرض می کنم خدمت شما علاقه منم به دنیای برنامه نویسی من وحید رحمانی فرد هستم و امروز با 28 مین جلسه از دوری آموزشی ایجاد یک وبسایت آژانس مسکن با جنگو از طریق کانال آموزشی وی آر مهمان شما خواهم بود امیدوارم که مطالب این جلسه مورد توجه شما قرار بگیره این جلسه در حقیقت آخرین جلسه دیولپمنت ما هستش تنها نقطه ای که حالا روش کار نکنیم و بعد اون رو داینامیک کنیم بحث داشبورد یوزری هستش که به سایت ما لاگین کرده و تو این داشبورد ما در حقیقت میایم لیست این هایی که این یوزر ثبت کرده رو بهش نشون میدیم حالا یه لیست خالی هست یا یک لیست از یه سری مواردی که ثبت کرده و ما دکمه مثلا ویو لیستینگ رو خواهیم داشت که بره اون صفحه رو مشاهده کنه که برای چه ملکی این کار انجام داده و در جلسات بعدی سراغ حالا آپلود کردن سایتمون یا هاست کردن اون در یک سروری خواهیم رفت که دیگه روی لوکال هاست نباشه و واقعا بتونیم اون رو با هم ببینیم البته یه سری جلسات حالا اضافی تر از دوره اصلی ما خواهیم داشت مثلا بحث استفاده از فرم ها رو میخوایم خدمتتون ارائه کنم بحث حالا اپ آپلود کردن یک لیستینگ رو از دل سایتمون میخوایم خدمتون ارائه کنیم که یک لیستینگ ما داشته باشیم و این رو ارسال کنیم سمت بکندمون و اونجا یک لیستینگ جدید رو داشته باشیم چرا این تیپی چیزی است که توی دوره هستی وجود نداشته و حالا من میخوام علاوه بر اون دوره اینها هم خدمتتون اینجا ارائه کنم بحث مربوط به حالا تغییر یه سری از ویو هامون از فانکشن بیس به کلاس بیس رو میخوام خدمتتون ارائه کنیم که اینها در جلسات بعدی خدمتتون ارائه میکنم ببین فعلا در این جلسه در قسمت عملی بحث داشبورد رو با هم بررسی کنیم آخرین بخش سایت که قرار اون رو کنیم دیگه فانکشنالیتیمون تقریبا کامل بشه طبق حالا چیزهایی که عنوان کردیم بخش داشبورد هست که الان محتوا استاتیکی داره خب اینجا بعد در اساس یوزری که لاگین کرده لیست اطلاعات نشون بدیم یوزر اینجا بذاریم و لیستینگ هایی که براشون اینکوری ثبت کرده رو اینجا لیست کنیم به ترتیب حالا تاریخ به صورت نزولی و این دکمه ویو رو که کلیک کرد بره اون لیستینگی که حالا اینجا عنوان کنیم شما برای این ثبت کردی رو بهش نشون بده تقریبا با چیزایی که تا الان یاد گرفتیم چندان کار سختی نیستش بریم وی کود توی قسمت اکاونت ویوز داشبورد خب اینجا میگه ما شما قرار نیستش که همینجوری خالی خالی فقط یه برای من برگردونیم میگه ما یه دونه یوزر آندرلاین کانتاکت داریم کانتکت کانتکت مسایبا از کانتاکت استفاده کن که حالا خودش هم ایمپورتش کرد احتمالا بله اه. dot objects dot uh, order by میگیم که بیا بر اساس نزولی میخوایم باشی contact underline date این کار برایم انجام بده و فیلتر کن uh, اونایی رو میخوام که یوزر اندرلاین آیدی ایش برابر باشه با request dot user dot id خب و بعدم میگیم که آبجکت های کانتکست همون قراره یه چیزی به نام یه چیزی به نام کانتکتس همراهش باشه که این یوزر کانتکتی هستش که الان ایجاد کردیم و اینجا میگیم که آقا این کانتکست این کانتکسته دست شما اوکی خب میریم توی داشبورد توی داشبورد هم حالا کاری کردیم تایتل رو دادیم اینجا به جای یوزر چیز میتونیم بگیم که ولکام اسم یوزرمون رو اینجا میتونیم کنارش بذاریم براش حتی <متصفح> اسمت رو بذاریم خودش باشه پایین تر بیم دستکاری کنیم ما پایین تر دونه عبارت داشت داریم این که درست کردیم هفته گزشت جلسه گذشته و اینجا یه ولکام جان داریم میگیم که آقا یا ویلکام یوزر دات فرست نیم این رو من نشون بده اینم که حالا یه عنوان ساده است و اینجا بچه من یه تیبل دارم که حالا یه پد و بادی داره و توی بادی من سه تا رو تکرار کردم خب کافی یکی از اینها رو نگه داریم با من تمپلیت اون دوتای دیگر رو من برد میکنم بره مثل همه جاها ها البته میتونیم بیایم روی کل چیز اول یه دونه ایف میذاریم الس میگیم که اگر کانتکتسی اه... به بهت سپرده شده بود یه کارهایی بعد بکنی در غیر این صورت هم هیچ خب یه بعد بکنی میشه همین کل تیبلی که داریم یه تب بدیم بدن داخل اینها و توی else هم میگه میگه که مثلا دونه پی بذار no contacts no contacts no contacts made خب این هست. حالا اینجا باید چی کار کنیم؟ این قسمت به ازای هر کانتکس من باید یه دونه ردیف ایجاد کنم پس یه دونه فور اینجا میذاریم یه فور لوپی داریم میگیم به ازای هر کانتکتی کانتکت در کانتکت شما بعد یه کاری برای من بکنیم این کنیم میگیم که بیا این چند قلم رو بردار بریم بالا یه دونه آیدی داریم contact.id contact title و اینجا هم یه دونه لینک داریم که گفتیم که شما قراره بر اون لیستینگ مربوط به این رو ببینید که خب ما الان همراه خود اون بچه لیستینگ رو هم آوردیم گذاشتیم خیلی راحت میتونیم اون رو بیایم اینجا از طریق حالا یو که وجود داره بهش پاس بدیم میگیم چی اینجا میگیم شما پاک کن یه دونه یو به من بده قراره بری به صفحه لیستینگ پارامتر همراه تا میشه contact dot listing underline id listing underline id okay. و بقیه موردم که okay. همین کنیم و بیایم اینجا اینجا refresh رو بزنیم خطا داریم احتمالا بلایی سر سرورمون اومده no module named btre.contacts to your views این بیتیاری رو بچه دیگه نمیخواد ما میگه از توی کانتکس شما مدل رو من بده و ریفرش خب یوزر داشبورد اینجا ویلکام سارا و چند تا حالا چیز کردیم لیستینگ انجام دادیم اینجا فقط توی قسمت چیز من چی گذاشتم برگردیم اینجا تایتل که دیگه نه لیستینگ لیستینگ ریفرش خب میگه ایشون برای این ملک هایی که میبینید لیستینگ ثبت کرده و اگر اینجا نگهداری میبینید که خودش به صورت خودکار میاد شماره های ملک هایی که اینجا آیدی براشون ثبت کرده و قرار میده اگه بیو لیستینگ رو بزنیم میاد این قسمت و میتونیم دوباره برگردیم یکی دیگر رو مثلا بزنیم و دوباره همون اولی رو داریم مهم نیست خب این هم پس صفحه حالا داشبورد من بر تعریفی که داشتیم به این صورت اومدیم روش کار کردیم و اگر حالا برگردیم بریم بیرون اون لاگ اوت کنیم لاگین مثلا با وی آر لاگین کنیم اینجا به من میگه نو کانتاکت مید حالا طبق چیزی که اونجا نوشته که جدول رو برای من نشون نمیده خب این کل فنکشنالیتی بود که حالا ما برای سایت رو متصور بودیم طبق تعریف اولیه که توی دوره آموزشی هستی انجام شده ما اونها رو انجام دادیم و تقریبا همه چیز کامل هست از این به بعد میریم سر سراغ این که حالا من این رو برم روی یک جایی هاستش uh, کنم و بتونیم این به صورت آنلاین دسترسی داشته باشیم دیگه خبری از این آدرس لوکال هاست نباشه و واقعا روی uh, یک سرور این رو قرار داده باشیم امیدوارم که مطالب این جلسه مورد توجهتون قرار گرفته باشه تا یک جلسه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار